تماس کودکی با اورژانس برای نجات مادرش. اتفاقی تکراری که یادآوری کرد باید خانواده‌ها و مخابرات اورژانس را در عمل به مأموریت‌هایش بیشتر همراهی کنند. مشکلش چیه؟ صداش من جواب نمیده. اما تلاش دختر بچه 4-5 ساله برای نجات مادر. عمو جون گوش کن به من، بالاتر مامانتی، مامانت بیمار خاصی که نداشت. دخترک مضطرب با اورژانس تماس میگیرد اما قادر به دادن آدرس نیست. الان هوشیاره یا بیهوشه؟ نفس نمیاد. آدرست کجاست عمو؟ تو کوچه مهدا. کدوم خیابون؟ نمیدونم، تو کوچه مهدابی. ساعت 12 شب با موبایلم تماس گرفته بود که موقعیتش نشون نمیداد. تلاش زیادی هم کردیم که بتونیم آدرس ازش بگیریم ولی نشد. که دیگه آخر سر بهش گفتیم مراجعه کنه دم در، یه همسایه ای کسی اگر تو محل هست بیاره یه آدرسی به ما اعلام کنه. بالاخره با کمک همسایه آدرس پیدا و همه چیز ختم به خیر می شود. حالا این مشکل رو ما در تصادفات ترافیکی هم داریم، خصوصا افراد غیر بومی نمیتونه فارسی صحبت بکنه یا بعضا مجروحی که اصلا امکان صحبت کردن نداره. ما انشالله اگر این سرویس رو بتونیم داشته باشیم که به محض تماس با اورژانس موقعیت اون فرد رو داشته باشیم، پروسه امداد رسانی ما قطعاً خیلی سریع تر خواهد. آنچه مسئولان اورژانس و مخابرات بر آن اتفاق نظر دارند این است که 70-80% تماس‌های اورژانسی از طریق تلفن همراه انجام می‌شود. این زیرساخت الان تو مقوله اورژانس آماده است که انشالله از دان ما تو شرکت مخابرات این امکان رو به ما بده، بتونیم انشالله از این سرویس هم استفاده کنیم. هر تلفنی که به اصطلاح به صورت تلفن همراه داره استفاده میشه، از آنتن‌های مختلفی ممکنه که پوشش بگیره و مسئله این هستش که موقعیت واقعی اون تماس گیرنده برای ما محرز نیست. فعلا همچین امکانی رو ما نداریم. حدود 8 ماه پیش بود که کودک خمینی شهری امدادگران اورژانس را با آدرسی ناقص به بالین مادر از هوش رفته آورد. این موضوع قول معاون وزیر ارتباطات را در بر داشت. قول مساعد دادن که مشکل موقعیت رو در تماس‌هایی که با موبایل گرفته میشه رو برای کل اورژانس‌های کشور انشالله حل بکنن، که ما هم همچنان منتظر هستیم که انشالله این مشکل حل بشه. حالا تا ایجاد امکان و فراهم شدن زیرساخت مشاهده موقعیت در تماس موبایلی برای اورژانس، نباید از آموزش کودکان غافل شد. بهتر کودکان شماره تلفن‌های ضروری و حداقل‌های آدرس محل زندگی رو بیاموزند تا در موقع حادثه فرصت طلایی امدادرسانی از دست نره. مهدی سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما،